سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. طی دقایق گذشته دونالد ترامپ گفته قویاً فکر می‌کند که انداختن پهپاد آمریکایی اشتباهی صورت گرفته. درست 2 ساعت قبل از آن در یک توییت نوشته بود ایران اشتباه بدی مرتکب شده. ساعتی قبل از آن قبل از این توییت دونالد ترامپ سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک پهپاد بسیار پیشرفته آمریکایی موسوم به RQ-4 Global Hawk را سرنگون کرده. ایران میگوید این پهپاد که به بزرگی یک هواپیماست برای جاسوسی به حریم هواییش وارد شده بود، حرفی که پنتاگون رد میکند و میگوید این هواپیما بر فراز ایران پرواز نمیکرده. اینها خبرهای مهم امروز است که تا دقایق آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد. اما خبر مهم دیگر امروز که برنامه را با اون آغاز میکنیم ماجرای اخیر در وزارت نفت است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که بخش عمده ای از تولید وزارتخانه مطبوعش حالا اجازه فروش از راه‌های مأمور را ندارد، گفته برخی به عنوان خریدار نفت ایران می‌خواهند جاسوسی کنند و بفهمند ایران چطور تحریم‌ها را دور می‌زند. خبری دیگر امروز درباره پیدا شدن 25 میلیون یورو متعلق به یکی از پیمانکاران وزارت نفت در حساب یک صرافی منتشر شده. تا کجا ممکن است ماجراهای مشابه بابک زنجانی تکرار شود؟ برای بحث 3 مهمان داریم: حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس از بورنموث در بریتانیا با ماست. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی نشریه تخصصی نشرال گاز ولد از باکوی آذربایجان. و علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه علوم و تکنولوژی چین هم از چین با ماست. خوش آمد میگم به هر 3 نفر شما. آقای منصور، شما چطور میبینید این صحبت آقای زنگنه، اینکه او نگران هست بخش عمده ای از خریدارانی که میخوان نفت کشور رو بخرند برای این هست که به دنبال یافتن راه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها هستن؟ با عرض سلام سرکار خانم، خدمت همکاران و همه شنوندگان و بینندگان برنامه. ببینید، این کاملا بدیهی است. در شرایطی که ایران از راه‌های معمول نمیتونه نفتش رو صادر کنه، لابد دست میبره به راه‌های غیر ارتودکس، غیر معمول، برای دور زدن تحریم‌ها. کار بسیار دشواری است، برای اینکه امروز بازار نفت یکی از بحرانی‌ترین، الکترونیزه‌ترین، پیشرفته‌ترین بازارهای جهانه و در اونجا مؤسسات حرفه‌ای مجهزی وجود دارن که رفت و آمد تمام تانکرها رو رصد میکنند و گزارش میکنند. گذشته از لویدز و رویترز و دیگر مؤسسات بزرگ نظیر اونها، امروز ده ها شرکت ریز و درشت خصوصی که به جاسوسی در بازار میپردازند و این اطلاعات به دست آمده رو به تحریم کنندگان میفروشند وجود دارند. با این ابزارهای تکنیکی امروز، با این ساتلیت ها، این امکان ها رو دارند که کشتی های حتی کوچکتر رو رصد کنند و اطلاع بدن. و این که آقای زنگنه ابراز نگرانی کردن امر کاملا طبیعی است. طبیعی است که دولتی که آمریکا منظور هم ایران رو تحریم کرده باشه، این از ده ها راه دیگر خواهد کوشید پیدا بکند راه های دور زدن تحریم رو. و اگر در این میون کسانی هم به عنوان خریدار به ایران نزدیک بشن و بخوان مذاکره کنن برای اینکه راه های ایران رو بفهمن، این امر کاملا طبیعی است و من در اینجا چیز غریبی نمیبینم. آقای خاتین‌اوغلو، به نظر میرسه که به هر حال ایران همواره دنبال راههایی هست که بتونه، همونطور که آقای منصور هم گفتن، که نفتش رو بفروشه، هرچند که ممکنه این راهها راههای معمول نباشه. فکر میکنید الان چه راههایی باز مانده با توجه به این که گفته میشه اغلب راههایی که ایران برای دور زدن تحریم ها داشت در دوره پیشین شناسایی و بسته شد طی دور قبل تحریم ها؟ آیا راهی باقی مونده که بتونه ایران استفاده بکنه؟ بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان BBC و همکاران که مهمانان شما باشن. از خدمت شما که راه معمولی دیگه وجود نداره. اگه ما پروسه نفت رو در نظر بگیریم که این بایستی بیمه بشه، مشتری بایستی این رو در
وضعیت شفافی بخره، بعدا وقتی که به کشور مقصد میرسه اون رو ثبت بکنن و کشتی ها و خود بیمه کشتی ها اینا را که در نظر بگیریم راه نرمال و معمولی دیگه وجود نداره، مگر این که ایران لود بکنه در کشتی های بزرگ خودش و سیگنال اونها رو خاموش بکنه، در میانه دریا لود بکنه به کشتی های دیگه بارگیری بکنن و سعی بکنن که با گریز از رادارها و ماهواره ها و از خدمت شما که سیستم های ردیابی بتونن این رو ببرن در بازار سیاه بفروشن. منتها وقتی در بازار سیاه فروخته میشه این محموله ها بایستی در گمرک ها ثبت بشه. اگه یک پالایشگاهی که مقصد نهایی اون محموله نفتی هست این رو بخره، بایستی به دولت خودش اطلاع بده و در این صورت هم دولت میره زیر مسئولیت. لذا خیلی موضوع پیچیده هست که ایران بتونه صادر رو کنه. اما آنچه که تا حالا ما دیدیم، ایران مشتریان ایران تقریبا واردات نفت ایران رو آنچه که در آمارهای رسمیشون هست و اذعان میکنن متوقف کردن، مگر اینکه محموله هایی باشه از ماه آوریل خریده باشن و در ماه گذشته اون رو لود کرده باشن، یعنی دریافت کرده باشن. بحث دیگه بحث در واقع مشتقات نفت هست، چیزهایی که به نظر میاد که هنوز به عنوان مواد تحریمی در نظر گرفته نشده، گرچه آمریکا در این باره تهدید کرده. آقای قلی‌زاده، ظاهرا چین هنوز داره از ایران به هر حال اینها رو میخره و جزو خریداران هست. فکر میکنید چین تا کجا میتونه به این خریدها ادامه بده؟ میدونیم که برای دعوای اقتصادی بین چین و آمریکا در جریان هست و چین به هر حال به نفت ایران هم همواره احتیاج داشته و گفته که نمیخواد که این متوقف شه. تا کجا چین ممکن است مقاومت بکنه در این زمینه؟ با سلام خدمت شما بینندگانتون و مهمونای دیگه برنامه. با توجه به اینکه فرموده بودین بحث برنامه در رابطه با بحث فروش نفت ایران و تنش‌هایی که در منطقه به وجود اومده، من قبل از اینکه پاسخ بدم به سوالتون به یک نکته خیلی مهمی میخوام اشاره کنم که خب در حقیقت یک قاب‌بندی رسانه‌ای صورت گرفته. حالا ما ابتدای برنامه شما و کلان در بی بی سی و رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان شاهدش بودیم که با بر مبنای مفروضات غلط می‌خواد به نتیجه غلطی به مخاطب القا کنه. در حقیقت ما شاهد بودیم روزهای قبل که رسانه‌های فارسی زبان، رسانه‌های غربی روی ادعای آمریکا که حمله به نفتکش‌ها تو دریای عمان کار ایران بوده بسیار پوشش دادن، اما به تناقضات این ادعا اصلا نپرداختن. مثلا آمریکایی‌ها ابتدا گفتن این مین به وسیله غواص بوده، خب بعد مشخص شد در فاصله ارتفاع 3 متری از دریای ممکن نبوده و سناریو بعدی گفتن این با قایق چسبیده شده و اون قایق به سمت پهپاد آمریکایی شلیک کرده در دریای عمان که باز خدمه دو تا کشتی هیچ گزارشی از درگیری اعلام نکردن. شما میفرمایید اینها مربوط هست به شیوهی که ایران میخواد نفتش رو صادر بکنه؟ در حقیقت به بحث فروش نفت ایران، تحریم ها و تنش توی منطقه به هم مرتبطه. ما شاهد که سال گذشته آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران گفتن که اگر ایران نتونه نفت بفروشه کشورهای دیگر به راحتی نمیتونن نفت بفروشن. این اون چه که نکته کلیدی و مهم در حقیقت داستان، من اگر این مسئله رو اشاره ادامه بدم، این بود که این مفروضات غلط به دنبال این الغای این هستن که ایران عامل تنش هاست و این تنش ها منجر به درگیری میشه. مثلا ما امروز شاهد بودیم که پهپاد جاسوسی امریکا در آسمان ایران تجاوز کرده و ایران اون رو سرنگون کرده. اما مثلا بی بی سی تیز زده که پهپاد تجسسی ایران توی حریم آبهای من به شما از شما خواهش میکنم شما در بخش بعدی برنامه تماشا کنیم. ما دو کارشناس نظامی داریم که میخوایم در به دقیقاً همین چیزها صحبت بکنیم باهاشون، ولی من میخوام از شما بیشتر این رو بپرسم. شما میفرمایید که تأثیر داره، یعنی این اتفاقی که الان در خلیج فارس و دریای عمان در حال روی دادن هست، تمام درگیری هایی که میبینیم روی فروش نفت ایران تأثیر داره. ایران گفته بود همونطور که شما میگید که نمیگذاره بقیه نفت بفروشن اگه خودش نتونه نفت
نفت بفروشه. فکر میکنید الان داره فضا به همون سمت میره، اینکه بقیه هم نتونن نفت بفروشن یا نه؟ ببینید نکته کلیدی اینه که اتفاقهایی که در روزهای در هفته های اخیر اتفاق افتاده، از حمله ارتش یمن به خط لوله غرب شرق به غرب، اتفاقهایی که در حالا فالس فلک هایی که در بندر فجیره و دریای عمان اتفاق افتاده، صرف نظر از اینکه عاملش چه کسانی بودن که حالا مثلا در مورد اخیر مشخصا من معتقدم خود آمریکایی ها بودن یا متحدانشون، صرف نظر اینکه عاملش چه کسی بودن، این نتیجه در حقیقت تروریسم اقتصادی است که علیه ایران با خروج آمریکا از برجام به وجود اومده و مشخصا پیامی که داره اینه که امنیت منابع انرژی دنیا، امنیت مسیرهای انرژی دنیا با تحریم ایران همخوانی نداره و ممکن نیست که ایران تحریم بشه و مسیرهای انرژی دنیا، منابع انرژی دنیا در حقیقت متوجه کاملا امن باشن و امنیت انرژیشون مشخص باشه. اما در رابطه با سوالی که فرمودین، آیا راههایی برای دور زدن تحریم وجود داره؟ قطعا وجود داره. نکته مهم اینه که ایران در کشورهای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا تانک فارم هایی داره که ده ها میلیون بشکه نفت اونجا ذخیره استراتژیک داره، از اون تانک فارم ها داره ایران میفروشه. فروش با تخفیف ایران برای مشتری های ایران جذابیت داره. وزارت نفت تصفیه ریالی خب میکنه. آقای قلی‌زاده با این حساب پس چرا دائم میشنویم خود وزیر نفت ایران میگه وضعیت از دوره جنگ ایران و عراق هم بدتر هست، میگه ما هیچ دوره‌ای در تاریخ فروش نفتمون به چنین مضیقه‌ای نرسیده بودیم که امروز رسیدیم، پس چرا اینها رو میگه؟ آقای زنگنه فرمودن که فروش نفت ایران با اعلام رسمی کاهش پیدا کرده. در حقیقت فروش نفت ایران هم کاهش پیدا کرده، کسی منکره نیست، اما راه های دور زدن تحریم ممکنه و اون چی که امریکایی ها مدعی هستن محقق نشده. من سواپ نفت با روسیه، سواپ نفت با عراق، خاموش کردن ردیاب نفکش ها و تحویل و فروش نفت در مقصد با روش CIF، خب اینا روش هایی که ایران داره دست کم 850 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه همین امروز داره نفت میفروشه. آقای منصور، شما آشنا هستید به شیوه های در واقع معمول خرید و فروش نفت در جهان، اون اتفاقی که الان داره میفته چقدر مشابه اتفاقی هست که در دور اول تحریم ها برای ایران افتاد؟ ما در اون دوره شاهد بودیم که افرادی مثل بابک زنجانی به وجود آمدن که خود ایران میگه حدود مبلغ قابل توجه، حدود 20 میلیارد ممکن است که پول نفت ایران فروخته شده باشه ولی به کشور برگردونده نشده باشه، یا مواردی از این دست. فکر میکنید چقدر احتمال به وجود آمدن افراد این چنینی در این دور ممکن هست وجود داشته باشه؟ خبرهایی میشنویم مبنی بر اینکه مثلا مبالغی پول در حال خروج بوده جلوشو گرفت. بله، ببینید این دور با اون دور قبلی تفاوتهایی داره، قطعا شباهتی هم وجود داره، ولی تفاوت در اینه که در این دور تحریم ها میانات گازی ایران هم تحریمن، در دور اول نبودند. از رهگذر میانات ایران حدود 3 تا 4 میلیارد دلار درآمد داشت، امروز اون تحت تحریمه. همینطوری بخش بزرگی از پتروشیمی ایران تحت تحریمه، همینطوری صنایع فلزی ایران تحت تحریمه. جدا از این تحریم های کالایی، مهمترین تحریمی که اقتصاد ایران رو در واقع به گروگان گرفته تحریم های بانکی و بیمه است. نفت کالای حجیمی است و نیازمند تانکرهای ویژه است، یعنی نمیشه بعد این رو با جیپ و با عرض کنم با تریلر منتقل کرد، باید با تانکرهای بسیار بزرگ تقریبا میلیون تنی، نیم میلیون تنی منتقلشون کرد. تمامی این تانکرها در دنیا ثبت شدن، به شرکت‌های بزرگ تعلق دارن، منتها برای حملش باید بیمه بشن. بیمه‌های بزرگ همه از این که تحت تحریم هستند یا تحت تحریم بروند تن می‌زنن، در این کارو نمی‌کنن. داش ایران امکانات همین هست که آقای ظریف همین امروز گفته که این یک در واقع تروریسم اقتصادی هست علیه کشورش، این اصطلاحی است که خود آقای ظریف استفاده کرده. فکر می‌کنید که اون چه که ایران می‌خواد، گفته ایران بارها از زبان مقام های مختلف ایران شنیدیم که اگر که ما نتونیم نفت بفروشیم نمیذاریم بقیه هم نفت بفروشن، اتفاقات امروز رو شنیدید، قبل از صحبتمون گفتم، فکر میکنید داریم به اون سمت میریم، به اون سمت که ایران کاری بکنه در منطقه که
بقیه هم نتونن نفت بفروشن، حتی اگر که این کارهایی که اتفاقاتی که افتاده همونطور که آقای قلی زاده میگن هنوز 100% مشخص نیست که کاری که ایران گفته کار ما نبوده، این حملات به نفتکشا کار هر کی که بوده، آیا فضا رو فکر میکنید دارن به اون سمت میبرن طرفین که نشه از منطقه نفت صادر کرد؟ بله ملاحظه بفرمایید، در این میدان بازی بازیگران متعددی حضور دارند، یعنی فقط دولت ها نیستند، دولت ایران یک طرف قضیه است، آمریکا، کشورهای منطقه، اماراتی ها، قطری ها، عربستان سعودی و دیگران در اون منطقه، یعنی اون منطقه آبراه بین المللی است، ولی در اونجا گروه های به اصطلاح جهادی و تروریست هم حضور دارند و اونی که صحنه رو بغرنج میکنه اینه که در این حالی که مثلا داعش با ایران و آمریکا در جبهه‌های معینی می‌جنگه، در موارد اینا مورد همکاری قرار می‌گیرن. مثلا اطلاعاتی که در دست هست اینه که در دیر الزور مثلا اونی که جلوی قاچاق نفت ایران به سوری گره می‌گیره، گروه‌های از داعش هستند که در واقع از همکاری آمریکا برخوردارن. حالا این خبرها تایید نشده ولی خبرهای متعددی در این زمینه وجود داره، یعنی اینکه در سیاست متاسفانه ابزارهای مورد استفاده قرار میگیره که به لحاظ اخلاقی درست نیست و با اونی که ابراز میشود هم تطبیق نمیکنه. آقای منصور، در واقع شاید من با سوالم اینطوری مطرح بکنم، الان فضا در منطقه فضای ملتهبی هست، آیا فکر میکنید که این نگرانی که بعضی ها الان ابراز میکنن، کشورهای اروپایی ابراز میکنن، ژاپن گفته، بقیه گفتن، نگرانی در مورد بازار نفت با توجه به این تحولات نگرانی فوری هست، بقیه کشورها واقعا نگران هستن، یا نه هنوز راه طولانی تری هست تا به اون نقطه برسیم که باعث نگرانی عمده بشه؟ ببینید، ارزیابی های بین المللی همه تاکید بر این میگذارند که در واقع هدف اولیه جنگ نیست، با وجود این احتمال جنگ بسیار قوی است، با هر اشتباهی میتونه این پدیده، اروپایی ها قطعا نگرانند، حدود 70-80% نفت مورد استفاده اروپا، آسیای شرقی و ژاپن از منطقه خلیج فارس میگذره، منتها آمریکایی‌ها به لحاظ استراتژیک جهانی متعهدند که امنیت منطقه را حفظ کنند. خودشون اعلام کردن، مختصای نظامیشون، که باز کردن تنگه هرمز اگر بسته بشود کار 3 روزه. هزینه این باز کردن ها هم شرکت نفتی و منافع ارز کنم طرف های منتفع تامین میکنن به این ترتیب، ولی اگر چنین حادثه ای رخ بده فاجعه آمیز خواهد بود، ممکنه در 3 روز هم دموم نشه، قضیه طولانی بشه و در نتیجه ذخایر بین المللی نفتی که معمولا 60-70 میلیون بشکه هست، این برای چند روز کفایت میکنه، برای مدت طولانی تر کافی نیست، درنچه بازار در التهاب به سر میبره. آقای خاتون‌اغلو، به نظر شما اگر که امروز دیدیم تاثیر این اتفاقات امروز روی بازار نفت تا حدودی قیمت رو بالا برد ولی خیلی ناچیز و مختصر بود، فکر میکنید که آیا بازار خیالش راحت هست با توجه به واکنش‌هایی که از مقامات مختلف میبینیم، یا اینکه نه بازار هم ایستاده ببینه که قدم بعدی چی هست و ممکن است یک بار قیمت نفت بالا بکشه؟ الان روزانه 100 میلیون بشکه در دنیا نفت خام و میانات گازی، حالا بیشتر از اون، مصرف میشه. بیش از 2/3 این مصرف نفت و میانات گازی محموله هایی هست که کشورها صادر میکنن. 25% این محموله ها از همه منطقه خاورمیانه صادر میشه و قلبوش 17% هم از این تنگه هرمز میگذره. لذا ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت داد و ستدهای نفتی، نیازهای بازار نفت و وضعیت شکننده رشد اقتصادی جهانی، وقتی به این نگاه میکنیم وضعیت امنیتی و اینکه این آبراه‌ها بتونن همیشه باز باشن و خطری متوجه اونها نشه، 2 برابر میشه. حالا اگه ما به مقصد این محموله‌ها نگاه کنیم که از کشورهای عرب خلیج فارس یا خاورمیانه میرن، 3/4 اونها راهی آسیا میشن. مثلا همین
ژاپن که یه سعی هم کرد میانجیگری بکنه میان ایران و آمریکا، 85% نفت وارداتیش در ماه اول سال جاری از کشورهای عرب خلیج فارس بوده، 134,000 بشکه هم از ایران خریده. ما می‌بینیم که چه وضعیت در شرق شکننده است، همچنین در کل دنیا این وضعیت شکننده است. نفت یه بازار استراتژیک و یه کالای استراتژیک هست. حالا بعد از این اگه درگیری اتفاق، چطور میتونن اون رو کنترل بکنن و نذارن که عواقب اون دامنگیر اقتصاد جهانی، دامنگیر مردم جهان بشه؟ این اصلا معلومیتی نداره. فقط اینها بیشتر از آن که ارزیابی های همه جانبه باشه، بیشتر در حد شعار هست، در حد این هست که بازار رو نذارن که ملتحد بشه. بله. آقای قلی‌زاده، شما تخصصتون سیاست‌گذاری در حوزه انرژی هست. با توجه به اینکه به هر حال وضعیت منطقه هرچه که باشه، میدونیم که در دراز مدت میتونه تأثیر مستقیمی روی وضعیت انرژی در جهان بگذاره، فکر میکنید نقش بقیه کشورها چگونه است؟ الان امروز صحبت آقای پوتین رو داشتیم که خیلی ابراز نگرانی کرده از یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا. میدونیم که بقیه هم ابراز نگرانی کردن تا حدودی. فکر میکنید که اینها آیا میتونن نقش آفرینی کنند؟ نقش آفرینی چین و روسیه و بقیه رو در این زمینه چطور میبینید؟ ببینین، روسیه طبعا رقیب ایران در بازار انرژی و شکی درش نیست، اما واقعیت امر اینه که روسیه در ماهای اخیر کمک شایان توجهی به ایران داشته. یک مسئله که حالا یکی از راه‌های دور زدن نفت ایران هم هست، در حقیقت سواب نفت ایران با روسیه است. روسیه توی اجلاس اوپک و غیر اوپک باز از حق صادرات نفت ایران دفاع کرد. در رابطه با امریکا و چین من بخوام در حقیقت مختصر توضیح بدم. ببینید، امریکا دست کم در 3-2 سال اخیر وارد یک بازار انرژی به صورت شدید در حقیقت به صورت یک رقیب جدی شده برای همه تولید کننده های انرژی. امریکا با مهمتر از همه این که وابستگیش به واردات نفت بسیار بسیار کاهش پیدا کرده. واردات خالص نفت امریکا به 19% رسیده. امریکا فقط 15% وارداتش از منطقه خلیج فارس، یعنی کمتر از 3% مصرف کل واردات نفتش از خاورمیانه است. نکته بعدی تغییر سیاست انرژی امریکاست. بعد از اومدن دولت ترامپ از انرژی های نو به سوخت های فسیلی، که حالا شواهدی داره مثل صدور مجوز برای تولید گسترده نفت شیل، کاهش سرمایه‌گذاری تو انرژی های نو، خروج از معاهده پاریس، لغو فرمان اوباما برای محدودیت تولید زغال سنگ، اینا همه نشون میده که هدف اصلی امریکا از تحریم و تروریسم اقتصادی علیه ایران در حقیقت رقابت در بازار انرژی و خب تو این بازار انرژی عرضه افزایش پیدا کرده و حالا به دلایلی که خب کشورها به سمت بهره‌وری رفتن، انرژی های نو اومده، ماشین های برقی گسترش پیدا کرده، تقاضا نسبتا کمتر شده یا به اندازه افزایش عرضه افزایش نداشته. لذا این رقابت بین ایران و امریکا، بین تولید کنندگان سنتی نفت مثل ایران، عربستان و امریکا، ایران، عربستان و روسیه با امریکا، یه رقابت همیشگیه. حالا امریکایی‌ها سعی کردن با تحریم، با ابزارهای در حقیقت غیر اقتصادی، با ابزارهای سیاسی مثلا به ایران، به ونزوئلا، به روسیه فشار بیارن. مشابه تحریم کردن، تهدید کردن آلمان رو که خط لوله گاز از روسیه به این کشور نباید رخ بده. در رابطه با مسئله چین، خب قضیه کاملا متفاوت از امریکا. چین بیشتر حدود 70% از مصرف نفتش رو وارد میکنه. بالغ بر 50% نفت وارداتی چین از منطقه خلیج فارسه. اما مهمترین نکته ای که در رابطه با بحث چین و ایران مهمه اینه که ایران تنها کشور صادرکننده انرژی در منطقه خاورمیانه است که جزء همپیمانان امریکا نیست. و خب در حقیقت پیوند انرژی بین چین و ایران از این منظر خیلی نکته مهمیه و با توجه به
وابستگی اقتصاد چین به مسئله انرژی، خب حفظ جریان نفت از خلیج فارس، خرید نفت از ایران همچنان که امروز هم ادامه داره برای امنیت انرژی چین یه مسئله استراتژیکی هست. نکته مهمتر این که چین و امریکا اختلافات استراتژیک دارن و ما اون رو امروز در جنگ تجاری بین چین و امریکا هم شاهدش هستیم و امریکایی ها با ابزار تحریم امروز علیه خود چین هم دارن استفاده میکنن. بذارید من بپرسم نظر آقای منصور راجع به این صحبت های شما چه. آقای منصور، آقای قلی‌زاده معتقدن که این فراتر از اختلافات بین ایران و آمریکا یک در واقع روند جهانی هست، تلاش آمریکا هست برای کنترل بازار انرژی که کار به اینجا رسید. ارسلان، با کمال علاقه به بیانات آقای قلی‌زاده گوش کردم. ببینید، قضیه استراتژیک در سطح جهانی امروز، دنیای تک قطبی که طی 20 سال گذشته در دنیا حاکم بوده عملا مورد چالشه. قدرت‌های بزرگی نظیر چین، روسیه، هند، برزیل سر برآوردند، در نتیجه صحبت بر سر عملا تقسیم کردن منطقه نفوذ. همکاری‌های بسیار نزدیکی بین چین و روسیه در همین مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود داره. دیداری که در بشکت انجام گرفت همین یکی دا یه هفته پیش بین مقامات بزرگ چینی و روسی عملاً به این توافق بین اینها چهار قدم نزدیکتر شد و این که هدف این است که سعی کنن نفوذ آمریکا کم بکنن. در نتیجه این مقوله بالاتر از رقابت در بازار نفته، یعنی اینکه آمریکا بخواهد رقبای خودش رو با اهرم‌های سیاسی عقب برونه برای اینکه در بازار انرژی جا پیدا کنه، این به نظر من بسیار بالاتر از اونه. برای اینکه صحبت در سر جاگیری های استراتژیک در سطح جهانی است، در اینجا از اهرم‌های اقتصادی استفاده میشه. مثلا صحبت در سر این هست که همیشه بوده الان قوی تر شده که به جای پول بین المللی دلار از پول یورو، یوان و روبل استفاده بشود و کشورهایی هم به این مذاکرات کشوندن، یعنی عربستان سعودی رو که متحد نزدیک آمریکاست، عراق رو و ایران رو هم وارد این گفتگوها کردن. حالا چقدر پیش بره، چقدر عملی است، مسائل فنی است باید دید، ولی به هر صورت صحبت بر سر یک تقسیم بندی استراتژیک در سطح منطقه و به ویژه در خاورمیانه است. ممنونم از شما آقایون. متاسفانه وقت بیشتری برای ادامه این بحث نداریم. آقای منصور، آقای خازن‌اغلو، آقای قلی‌زاده، ممنونم از حضورتون در برنامه صفحه 2. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرده که پهپادش توسط ایران سرنگون شده، اما گفته که ایران بیدلیل این کار رو کرده. این پهپاد از نوع RQ-4 گلوبال هالک بوده، بسیار پیشرفته است. حالا برخی منابع در آمریکا هم گفتن ممکن است که پهپاد ناخواسته به دلیل اشتباه محاسباتی وارد فضای ایران شده باشه. خود دونالد ترامپ گفته قویاً معتقده که این یک اشتباه بوده. اجازه بدید که بریم گزارش کسرا ناجی رو ببینیم از تازه ترین خبرها مربوط به اتفاقات امروز. سرنگونی یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه در هرمزگان. در نخستین ساعات بامداد امروز، پنجشنبه 30 خرداد، تلویزیون ایران و خبر هدف قرار گرفتن یک پهپاد آمریکایی که میگوید به حریم آسمان ایران تجاوز کرده بود. آمریکا کمی بعد گفت هواپیمایی در آسمان ایران نداشته، ولی ساعتی بعد هدف قرار گرفتن این پهپاد را تایید کرد، اما گفت این پهپاد در بیرون از حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته است. آمریکا میگوید پهپادی که هدف قرار گرفت از این نوع بود، MQ-4C Triton، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی که در چند سال گذشته به بازار آمده با قیمتی بیش از 120 میلیون دلار. هواپیمایی با قابلیت پرواز در ارتفاعی خیلی بالا که میتواند بیش از 30 ساعت بدون سوختگیری در فضای وسیع پرواز کند، عکس بگیرد و به طور زنده آن را مخابره کند. سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا حامل یک پیام آشکار. ایران میگوید نیروی هوافضای سپاه مسئول این حمله بود. این فرمانده سپاه امروز در سخنانی در کردستان و آن این که مدافعان
مرزهای میهن اسلامی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه ای به این سرزمین عکس العمل ها و واکنش های قاطع تمام کننده و قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز ماست. سپاه پاسداران در اطلاعی گفته است که هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی که کمی بعد از نیمه شب پروازش را شروع کرده بود، ساعت 4:05 بامداد به وقت محلی در آسمان مقابل کوه مبارک در مدخل تنگه هرمز و در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفت، بر فراز حریم دریایی ایران که تا 22 کیلومتر از ساحل ادامه دارد، در نزدیکی همان نقطه‌ای که هفته گذشته دو تانکر به آتش کشیده شدند. در این بخش انواع موشک‌های زلزال، سپاه پاسداران میگوید هواپیمای آمریکایی هدف این سامانه موشکی قرار گرفت موسوم به 3 خرداد، مخصوص هدف‌هایی در ارتفاع متوسط. حمله امروز دومی حمله موشکی ایران به پهپادهای آمریکایی در روزهای اخیر است. هفته گذشته هم همون روزی که به 2 تانکر در دریای عمان حمله شد، ایران به طرف یک پهپاد آمریکایی شلیک کرد، اما موشک ایرانی به هدف نخورد. حالا معلوم نیست واکنش آمریکا چه خواهد بود. آنچه که معلوم است این است که امروز تنش در منطقه و خطر جنگ ناگهان باز هم و به اندازه زیادی افزایش پیدا کرده. کسرا نجی، بی بی سی. برای بحث در این باره دو مهمان داریم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست، و فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از خاورمیانه. خوش آمد میگم به هر دو. آقای ندیمی، آیا شما میتونید بیشتر در مورد مشخصات این پهپاد به ما بگید؟ گفته شده یک پهپاد تجسسی یا جاسوسی هست. حالا ما دقیق نمیدونیم که تفاوت تجسسی و جاسوسی چیه، چون خیلی الان میبینم که این مرمر راجبش صحبت میشه. ممکن یه مقدار شما بیشتر برای ما توضیح بدید که این پهپاد دقیقا چه مشخصاتی داره؟ درود بر شما و جناب آریان. عرض کنم خدمتون که هواپیمای بدون سرنشین RQ-4 بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ساخت آمریکا هستش. عرض بالش تقریبا اندازه یک بوئینگ 747 است. بسیار بزرگه و برای پروازهای طولانی حدود 30 ساعت و همونطور که فرمودید مراقبت از مساحت خیلی بزرگی از سطح دریا یا زمین طراحی شده. در ارتفاع RQ-4 در ارتفاع 5000 پایی، یعنی تقریبا 2 برابر ارتفاع هواپیماهای مسافربری پرواز میکنه و امکانات بسیار پیشرفته‌ای داره برای مراقبت از هر چی اتفاقی که روی زمین میفته در شبانه روز و در هر گونه هوایی. صحیح. این که معذرت میخوام، این که گفته شده برخی مقامات، حالا همه اینایی که میگیم چون خیلی خبرها میاد لحظه به لحظه، برخی مقامات گفتند که در پنتاگون که این ممکن هست که حالا وارد هوای فضای ایران شده باشه ولی ناخواسته بوده، یک همچین هواپیمای پیشرفته‌ای ممکن است چنین اشتباهات محاسباتی داشته باشه؟ احتمال همچین اشتباهی بسیار ضعیف هستش، به خاطر اینکه این پروازها، این نوع هواپیما به خصوص تقریبا به صورت خود مختار پرواز میکنه و مسیری که بهش داده میشه به دقت دنبال میکنه به صورت اتوماتیک. یعنی اینجا خطای خلبان دیگه وجود نداره. این هواپیماها به صورت اتوماتیک پروازشون رو انجام میدن، مسیرشون رو انجام میدن و این نوع هواپیمای خاص هم اگر هواپیما از نوع RQ-4 باشه، RQ-4A Global Hawk که به نظرم میاد در همین نوع بوده، از امکان فقط عکس برداری برخوردار هست و که این کار بدون اینکه نیازی داشته باشه وارد حریم هوایی ایران بشه انجام میده. صحبت شده بود که امکان داره از نوع MQ-4C باشه، ترایتون، که نوع بسیار پیشرفته تری است و برای کسب اطلاعات الکترونیکی هم استفاده میشه. اگر اون نوع هواپیما باشه میشه اینطور فرض کرد که این به طور عمدی وارد فضای ایران بشه که بخواد رادارهای ایران رو تحریک بکنه به روشن شدن و جزئیات اون رادارها رو ضبط بکنه. ولی همونطور که عرض کردم احتمال اینکه این هواپیمای سرنگون شده از نوع دوم باشه بسیار کم.
آقای آریان، شما صحبت ها و واکنش های آقای ترامپ به این قضیه رو چطور میبینید؟ به نظر میاد که به خصوص بعد از اون توییت تندی که کرد، صحبت هایی که در حضور نخست وزیر کانادا داشت یک جوری بود انگار که خیلی مطمئن نمیخواد بگه که چه رفتاری خواهد داشت. فکر میکنید چرا اینطور برخورد میکنه؟ به احتمال قوی تمام اطلاعات را در اختیارش نذاشتند، ولی با توجه به رویدادهایی که ما در این چند ماه گذشته دیدیم، اول اینجوری شروع شد که ما ایران رو تهدید می‌کردند و یه حالت تهدیدآمیز بود در سخنانشون، و بعد این عوض شده. حالا به طور تام تمام دائما تاکید میکنند آقای مایک پومپئو، پرزیدنت ترامپ و دیگران، برایان هوک، که ما طالب جنگ با ایران نیستیم به هیچ وجه. ما میخواییم با ایران از راه دیپلماسی به یک مصالحه‌ای برسیم، ولی در مقابل این ما نقل و انتقالات ناو هواپیمابر و ناو گروه رزمی همراهش رو داریم، اضافه شدن نیروهای رزمی رو داریم، اضافه شدن سامانه های پاتریوت رو در منطقه میبینیم، و بالاخره فرستادن هواپیمای استلت نسل پنجم به خلیج فارس، به احتمالاً به پایگاه الزفره. این منو یاد اون دیپلماسی با چماق بزرگ میگذاره، یاد اون میندازه که اگه درست یادم باشه مال پرزیدنت روزولت بوده، که شما خیلی ملایم و شمرده صحبت میکنید ولی یه چماق رو با خودتون حمل میکنید، در راستای همون دیپلماسی نافچه‌های توپدار هست. خب آقای آریان، واکنش‌های ایران رو چطور می‌بینید؟ چون به نظر میاد که با اینکه بارها و بارها از مقام‌های ایران شنیدیم که اونها هم قصد جنگ ندارند، ولی گفتند که ما به شدت در مورد دفاع از مرزهای خودمون خط قرمز داریم. مثلا همین پهپاد میگن وارد فضای ایران شده و ما باهاش برخورد کردیم. بقیه اون اتفاقاتی رو که غربی ها به خصوص آمریکا نسبت دادن به ایران، از جمله حمله به نفتکش‌ها، رو ایران قبول نکرده مسئولیتش، اما این پهپاد فرقش با بقیه این هستش که خود ایران اعلام کرد که ما اینو زدیم. خب به هر حال ببینید، با توجه به شرایطی که در منطقه هست، یه چیز خیلی بدیهیه و اون اینی که یکانهای ایران در حداقل در طول سواحل دریای عمان و خلیج فارس در آماده باش کامل هستند. یک فضای متشنجی واقعا حکم فرماست به محیطهای نظامی، اینی که واقعا دستشون رو ماش است. اما یه نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم، به اون اینی که آمریکا میگه که این در حریم هوایی بین المللی بوده، به ایران میگه که خیر، در حریم خود ما بوده. این شاید، یعنی احتماله، بستگی داره به اینکه چجوری شما این حریم هوایی رو تعیین میکنید. این رو به این علت میگم که در گذشته چند سال پیش همین مسائل بود. سپاه پاسداران به آمریکا میگفت، به سنتکام، که هواپیماهاتون در خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شدند، و آمریکا میگفت که خیر. این بر میگرده به اون خط مبدأ مستقیم، حریم دریایی ایران 12 مایله و به تبع اون 12 مایل در هواست، ولی ایران از خط مبدأ مستقیم استفاده میکنه برای تعیین این حریم. یعنی میفهمید ممکن است اشتباه و در واقع تفاوت در شیوه محاسبه باشه، در شیوه محاسبه باشه به برداشت، ولی آمریکا این شیوه رو زیر سوال بوده بود، میگفت نخه، ایران این خط مبدأ مستقیم رو ما قبول نداریم، ما تو حریم هوایی شما نبودیم. آقای ندیم، با توجه به سیاست داخلی آمریکا، الان شما فکر میکنید که واکنشی که باید انتظار داشت ظرف ساعت آینده از آمریکا چه خواهد بود؟ ما میدونیم که ظرف 2-3 ساعت اخیر دائم میشنویم که منتظر باشید، ما واکنشمون رو میگیم. فکر میکنید چه واکنشی باید باشه؟ یا چه واکنشی انجام خواهد؟ نیروهای مسلح آمریکا الان در آماده باش کامل به سر میبرن و آمادگی تشدید اوضاع رو دارن، ولی به نظر میاد که در کاخ سفید هیچ تمایلی برای
بالا گرفتن اوضاع وجود نداره، به خصوص پرزیدنت ترامپ نمیخواد که این وضعیت به مرحله‌ای برسه که برگشت ازش غیر ممکن باشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که دولت آمریکا پاسخ نظامی رو جزء پاسخ‌هایی که برای این اقدام سپاه پاسداران در نظر میگیره داشته باشه. احتمال زیاد نیروهای بیشتری به منطقه میفرسته، احتمالش هستش که امکانات مراقبتی بیشتری اعزام بکنه و در محل حاضر بکنه، حتی ممکنه یک ناو هواپیمابر دوم اعزام بشه به منطقه. ولی فکر میکنم که اقدام نظامی علیه ایران به خاطر اینکه وضعیت ادامش به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست در حال حاضر در برنامه آمریکا نباشه. میدونیم که قرار هست طی یک دو ساعت آینده آقای ترامپ در کنگره هم با سیاستمداران دیدار داشته باشه در کاخ سفید. از طرف دیگه میدونیم که گفته شده که او تصمیمش رو اعلام خواهد کرد در ساعت آینده. دیشب هم برایان هوک جلسه ای داشت در کنگره، به سناتورها و همینطور اعضای کنگره توضیح داد که اونها با ایران قرار هست چه بکنن. تاکید کرد که به نظر او ایران در واقع 11 سپتامبر نقشه اون چیز نداشته، اون همون قانونی که ممکن هست بشه ازش آمریکا استفاده بکنه که رئیس جمهور به طور مشخص بدون رضایت کنگره وارد جنگ با ایران بشه. اما واقعا در شرایط حال حاضر چقدر در کنگره پشتیبانی هست؟ اگر شما گفتید که قصدی برای جنگ نیست، ولی چقدر پشتیبانی هست برای چنین جنگی اگر بخواد آقای ترامپ شروع بکنه؟ در کنگره، آلتون متخصص کنگره آمریکا نیستم، ولی به نظر میاد که به خصوص در بین دموکرات‌های کنگره حمایتی برای جنگ وجود نداره و در بین جمهوری‌خواهان هم حتی آنطور که باید و شاید پرزیدنت ترامپ اگر بخواد تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران بگیره این حمایت وجود نداره. بنابراین حتی از نظر سیاسی هم به نظر نمیرسه که در وضعیتی باشن که این ریسک اقدام نظامی رو بخوان بپذیرن، ولی ممکن از این شرایط استفاده بکنن برای اعزام نیروهای بیشتر به منطقه و ادامه فشار حداکثری بر ایران. به نظر میرسه که تمایل دولت ایالات متحده تمرکز بر فشار حداکثری بر ایران هست، برای اینکه میبینن که این فشار حداکثری داره تاثیر خودش رو میذاره و اقدامات ایران به طور مشخص واکنشی هستش بر این سیاست آمریکا. آیا آریان، همه کسانی که ابراز نگرانی میکنند میگن که ما نگران یک اتفاق هستیم، یک اتفاق که شعله جنگ رو آغاز بکنه. اتفاقات زیادی افتاده ظرف هفته های اخیر، دو بار حمله شده به کشتی ها، تعداد موشک شلیک شده به مقرهای مربوط به آمریکایی ها در عراق، در جاهای مختلف. فکر میکنید که چه شده که به نظر میاد که اینها رو بهانه کافی برای جنگ نمیبینن، در حالی که میدونیم هر کدوم از اینها ممکن بود که بهانه باشه برای یک جنگ تمام عیار؟ آمریکا، من موافقم، مایل به جنگ نیست، برای اینکه با اعمال فشارهای حد اکثری میخواد بدون جنگ برنده بشه. اما حرفایی رو که جنرال معروف قبل از میلاد مسیح چین سنتزو زده بود، ولی در این حال این اتفاقاتی رو که داره پشت هم میفته و نیروهای بیشتری دارن به منطقه میرن، صحبتایی رو که اخیراً مارک پومپئو در مرکز سنتکام با جنرال کلارک که فرمانده عملیات ویژه آمریکاست با اون داشت، این احساس رو من دارم که اگر این کارهایی رو که داره اتفاق میفته تکرار بشه، آمریکا مجبور خواهد شد دست به کاری بزنه و به احتمال قوی اگر بخواد یه ضرب و شستی نشون بده، این در چهارچوب یک عملیات پوشیده خواهد بود. بله. که بخواد یه ضرب و شستی به ایران نشون بده که ما تمام مدت ساکت نخواهیم نشست. ولی این کار هم خودش یک تبعاتی داره و این تبعات اینه که ممکنه این یه حالت تصاعدی پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک
جنگ به درگیری به جنگ تمام عیار. نقش و نگرانی شرکای منطقه‌ای آمریکا رو چطور می‌بینید؟ بسیاری میگن که این شرکا هستند که آمریکا رو از هر حمله نظامی به ایران برحذر می‌دارن، برای اینکه به قول معروف گوشتشون زیر دندون ایران هست. به راحتی ایران میتونه با موشک هر کدوم از این شیخ نشین‌های عرب حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، یا حوثی‌ها میتونن تا جده رو بزنن مثلا. فکر نمی کنم به باور من اینطوری باشه، برای اینکه با توجه به این پیمان نانوشته‌ای که بین آمریکا و عربستان سعودی و امارات و اسرائیل هست، به ویژه عربستان و اسرائیل خیلی خوشحال خواهند شد که پرزیدنت ترامپ دست به عملیات نظامی علیه ایران بزنه و واقعا این شعله جنگ در منطقه بالا بگیره، چون به نفع ایناست. من فکر نمی کنم که به این علت باشه. نگرانی دارن از گروه های نیابتی مثل عربستان سعودی، از حوثی ها که همه تقصیر رو به گردن ایران میندازن، ولی خواهان این نیستم و فکر نمی کنم اونها عامل بازدارنده باشن و پرزیدنت ترامپ رو واقعا وادارن یا بهش پیشنهاد بکنن که از رویارویی نظامی با ایران جلوگیری بکنه اگر بخواد چون این تصمیم بگیره. در یه تصویر بزرگتر نقش بقیه کشورها چطور میبینید؟ آقای ندیمی، امروز آقای پوتین به شدت ابراز نگرانی کرده، گفته یک جنگ در بین آمریکا و ایران میتونه مصیبت کامل باشه، خیلی نگران هست. شما دیپلماسی فعالی از طرف روسیه در این زمینه میبینید؟ بله، روسیه داره تمام تلاشش رو در شورای امنیت میکنه که این تنش آرام بکنه. همونطور که آقای پوتین گفتن، به نفع هیچ کشوری نیستش که در منطقه خلیج فارس اوضاع از این چیزی که هست بدتر بشه و کار به درگیری نظامی بکشه، برای اینکه به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست که این درگیری نظامی به چه وضعیتی منتهی بشه. احتمال اینکه مراکز اتمی ایران مورد حمله هوایی قرار بگیرن وجود داره و در این صورت نیروگاه بوشهر که کارشناسان روس هم در اونجا مشغول به کار هستن، امکان احتمالش هست که صدمه ببینه و یک فاجعه اتمی غیر قابل پیش بینی نیست و احتمالش وجود داره که در این صورت روسیه هم از عواقب اون در امان نخواهد بود. من باز برمیگردم به همون بحث اول در مورد این هواپیمایی که صحبتش شد. میخوام بدونم که این هواپیما احتمالاً دنبال چه جور اطلاعاتی در اون منطقه بوده، آقای ندیمی؟ آیا میتونیم بفهمیم؟ بله، این هواپیما از امارات پرواز کرده در مسیر آبهای بین‌المللی، از کنار مرز ایران عبور کرده به چابهار و دور زده برگشته. همونطور که عرض کردم، دو نوع مختلفی احتمال داره این هواپیما باشه. در نوع اول فقط از دوربین های اپتیکی و همینطور راداری استفاده میکنه برای اینکه وضعیت آبهای منطقه رو زیر نظر بگیره، هر گونه تحرک دریایی رو زیر نظر داشته باشه، کشتی های عبوری همینطور، و همینطور وضعیت فعالیت راداری منطقه رو در نظر زیر نظر میگیره. ولی اگر از نوع دوم که عرض کردم MQ-4C باشه، این بسیار نوع پیشرفته‌ای هستش و در حقیقت مجموعه اطلاعات الکترونیکی، اپتیکی و همینطور راداری، تصویری راداری منطقه رو جمع میکنه و یک تصویر بسیار کاملی از اتفاقات در زمین و دریا رو همزمان مخابره میکنه به مرکز فرماندهی مرکزی در آمریکا و احتمالاً یکی از عواملی بوده که سپاه پاسداران تصمیم گرفته که این هواپیما رو سرنگون بکنه، به خاطر اینکه میدونه که چه نوع اطلاعاتی این هواپیما میتونه کسب بکنه از فعالیتایی که در روی دریا در منطقه انجام میشه. این فعالیت مزارت میخوام من باز تاکید میکنم روی این، چون میخوام یه مقدار اینو بازتر بکنیم. آیا مثلا میتونه جزئیات تحرکات مثلا قایق‌های کوچک سپاه رو در منطقه هم جمع‌آوری بکنه؟ چون اون چه که آمریکایی‌ها مدعی هستن این هستش که قایق‌های کوچک به این کشتی‌ها حمله کردن.
بله در روز دوربینای اچ دی داره که از اون ارتفاع زیاد میتونه نه با جزئیات خیلی زیادی که هواپیمایی بدون سرنشین کوچکتر در ارتفاع پایین‌تر میتونه کسب کنن، ولی با دوربین‌های با وضوح بالا میتونه عکسای خوبی بگیره و مهم اینه که این هواپیما میتونه یک مساحت خیلی بزرگی رو در آن واحد زیر نظر بگیره و هر گونه اتفاقی رو به صورت خودکار روش فوکس بکنه و در حقیقت امکانات اطلاعاتی دیگر رو هدایت بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از اون نقطه مشخص. این هواپیما همینطور میتونه در شرایطی که شب باشه و یا در هوای نامساعد هم اطلاعات تصویری قابل توجهی رو از تحرکات دریایی به دست بیاره و از مخابره بکنه. آقای آریان، این اولین پهپادی نیست که ظرف چند روز گذشته هدف قرار گرفته و سقوط کرده، برای اینکه ظاهرا آمریکایی‌ها میگن که چند تای دیگر رو هم حالا یا ایران یا نیروهای نزدیک به ایران هدف قرار دادن از جمله حوثی‌ها. آقای ترامپ امروز گفته اگر که این هواپیما سرنشین داشت اوضاع خیلی فرق می‌کرد. به نظر شما دلیل اینکه آمریکا بیشتر و بیشتر از اینها استفاده می‌کنه هم همینه، می‌خواد یعنی راهی رو باز بگذاره برای اینکه جنگی صورت نگیره، یا نه دلایل دیگه ای ممکنه باشه؟ نه از دلایلش یکی مهمترین میدونیم پهباد صدها مورد استفاده داده در عرصه نظامی. پهباد نسبت به هواپیماهای برای نمونه استلت یا هواپیماهای مدرن ارزونتره، خلبان نداره، از راه دور کنترل میشه، بسیار دقیق است، در همه شرایط پروازی میتونه کارهای وظایف خودش رو انجام بده. در این حال مداومت پروازی ساعت‌ها حدود 32 ساعت داره، خلبان نمیتونه این کار رو بکنه حتی با سوختگیری در هوا، و اینها بهترین وسیله هستند که آمریکا از اینها استفاده کرده. در این میدونید پیرو سخنانی حرفایی که شنیدیم و اطلاعاتی که شنیدیم از آقای نعیمی اینی که این میتونه اطلاعات تصویری و سیگنالی و اطلاعات تحرکات بده. اون هواپیمایی رو که شما میگین که ایران به طرفش آتش کرده به بعضی از رسانه‌ها گفتن هفته پیش پنجشنبه هفته گذشته، اون MQ-9 بوده، پهباد MQ-9. این پهباد یه پهباد مسلح بوده که ایران به طرفش یک موشک پرتاب کرده، اینجوری که گفتن SA-7 بوده. اگر این موشک زمین به هوای SA-7 بوده، این موشک دوش پرتابه که هیچ دقت هم نداره، و اگر آمریکایی‌ها گفتن به فاصله 1 کیلومتری پهباد رد شده میتونه درست باشه. خب در مورد دقت صحبت کردیم، اینم به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم آقای آریان، هیچ راهی وجود داره که به زودی بشه فهمید که ایران راست میگه یا آمریکا راست میگه در مورد این اختلاف نظر که آمریکایی، درون آمریکایی، پهپاد آمریکایی وارد فضای سرزمینی ایران شده بوده یا نه؟ به هر حال پهپادی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم RQ-4، این تمام اطلاعات خودشو دقیقاً همونطور که شنیدیم میفرسته به مرکزش، به احتمال قوی به پایگاه از زفره، به اون شاخه برونمرزی هوایی 380 آمریکا، ولی اطلاعات هست. بنابراین اگه اون اطلاعات رو به اضافه لاشه هاشو بتونن گیر بیارند و اینا رو در کنار هم دیگه بذارن، میتونن به این نتیجه برسن. ولی در این حال باید این رو بگم، اون منطقی رو که این پهباد سقوط کرده، عمق آب در اونجا دست کم 100 متر است. چون داشتم به نقشه دریایی نگاه میکردم و خارج کردن تمام اون لاشه‌اش اگر در ته دریا باشه کار خیلی مشکلی خواهد بود، چون بغل مرز هست. ولی به هر حال میتونن به این نتیجه برسن که ببینن آیا این واقعا در حریم هوایی ایران بوده یا نبوده، با توجه به این اختلاف نظری رو که پیشتر گفتم در مورد روش تعیین خط مبدا و حریم دریایی و حریم هوایی. صحیح. و قوانین بین الملل در مورد ورود پهپادها به فضای یک کشور مشابه هر هواپیمای دیگری هست آقای آریان؟ 100% مثل هواپیماست، به هر حال داره وارد یه منطقه میشه، به جمع‌آوری اطلاعات مشغوله. در این حال یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، در اون پایگاه از زفره که شاخه برونمرزی هوایی 380 آمریکا در اونجا چند سال پیش فعالیتاش واقعا مکشوف شد، یعنی رسما اعلام کردن چیه و چه کاری میکنه،
انواع اقسام هواپیما ها در اونجاست، به ویژه اونجوری که من خوندم هواپیماهای U2 به اسم دراگن لیدی که توانایی بسیار فوق‌العاده‌ای داره و یکی از سریع‌ترین هواپیماهاست که میتونه ماموریت فوق‌العاده‌ای رو برای جمع‌آوری اطلاعات انجام بده. متشکرم از شما حسین آریان و آقای ندیمی، فرزین ندیمی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنون از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب مجدد ببینید. نظراتتون رو در فیسبوک و توییتر با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی سه‌شنبه. روز شبتون خوش.